دریای مغول‌ها آرام سرریز می‌کند. تمام تپه و تمامی دشت از مغول سیاهی می‌زند. آنها بیشمارند و صدای سم اسبانشان رعد و زلزله است. آنها تمام سلاح می‌آیند و از هجوم انبوهشان زمین با قرشی کرکننده می‌لرزد. مغول‌ها می‌آیند. این جمله 800 سال پیش ترسناک‌ترین خبری بود که به یک آبادی در ایران می‌رسید. مردم می‌دانستند که آنها رحم نمی‌کنند، پیر و جوان و کودک و بزرگسال نمی‌شناسند و همه را از دم تیغ می‌گذرانند. کاری که در هیچ کجای دیگر به شدت ایران انجام ندادند. چرا مغول‌ها ایران را ویران کردند؟ چرا تنها به تصرف آن بسنده نکردند، همان کاری که با چین کرده بودند؟ مورخان سرنخ ماجرا را در این شهر می‌بینند، اترار یا همان فاراب کهن در قزاقستان امروز. این شهر سرحد مرزی سلسله خوارزمشاهیان ایران در شمال شرق بود و نقطه شروع حمله سپاه چنگیزخان به ایران. در همین شهر بود که 450 بازرگان مغول کشته شدند و ترسناک‌ترین حمله به ایران رقم خورد. His name Genghis Khan. داستان را این فرد شروع کرد. قایر خان، حاکم اترار که دستور کشتن آنها را از سلطان محمد خوارزمشاهی گرفت. ماجرا از این قرار بود که وقتی چنگیز خان مغول چین را تصرف و سرزمین قراختاییان را از آن خود کرد، با ایران هم مرز شد و قصد کرد تا با این کشور مراوده دوستانه و بازرگانی داشته باشد. برای چنگیز خان هیچ چیز مهمتر از رد و بدل کردن کالاها و داد و ستد با دنیا اهمیت نداشت. او محصولات فراوانی از مغولستان و چین داشت که می‌خواست در بازار ایران به فروش رسانده و کالاهای مورد نیاز خود را تهیه کند. پس سفیرانی نزد سلطان محمد خوارزمشاه فرستاد و باب تجارت را باز کرد. اولین بازرگانان او سال 596 خورشیدی وارد شهر اترار شدند، یعنی 802 سال پیش. قایرخان، حاکم اترار که به مال و منال این بازرگانان طمع کرده بود، در نامه‌ای به سلطان محمد خبر می‌دهد که این بازرگانان در اصل جاسوس هستند و به این ترتیب حکم مرگ آنها را از شاه می‌گیرد و اموال آنها را مصادره می‌کند. چنگیز خان سفیری نزد سلطان محمد خوارزمشاه فرستاد و اموال و مسبب این ماجرا یعنی قایر خان را طلب کرد. سلطان که حکومت خود را مقتدر و مغولان را ناچیز می‌دانست، سفیر چنگیز خان را هم کشت تا بانی یورش مغولان به ایران شود. اواخر تابستان سال بعد، یعنی 597 خورشیدی، مردم اترار سپاه مغول را در نزدیکی شهر خود دیدند. سپاهی بیشمار و تمام سلاح. چنگیز عصبانی تر از همیشه دستور داده بود تا به هیچ کس در ایران رحم نشود. او فتح اترار را به پسرانش اوکتای و چقتای سپرده، سپاهی دیگر را به فرماندهی پسر دیگرش جوچی به سوی شهر خوجند روانه کرده و خود به همراه پسرش طولوی به سمت بخارا رفت. مقاومت بخارا فقط 3 روز دوام آورد و ارتش مغول چند روز بعدی را صرف نابودی شهر و کشتار بی‌رحمانه مردمش کرد. چنگیز سپس به سوی سمرقند چشم دوخت و سپاه خود را روانه آنجا کرد، جایی که سپاه مجهز و پرتعداد سلطان محمد خوارزمشاه برای دفاع از شهر به آنجا آمده بودند. سمرقند هم مثل بخارا تنها 3 روز دوام آورد و این شهر هم به ویرانه‌ای تبدیل شد. شهر اترار در این مدت سقوط کرده بود و مغولان چون بلا بر سر مردمانش نازل شده بودند. گرچه خوجند هنوز مقاومت می‌کرد، اما دوام زیادی نداشت و این شهر هم سقوط کرد و تاراج شد. حالا نوبت به پایتخت رسیده بود. گرگانج، شهری باستانی در شمال شرقی ترکمنستان امروز که در روزگار خود مرکز علم و فرهنگ بود. مغولان با 100,000 سپاهی و به فرماندهی 3 پسر چنگیز، چقتای، اوکتای و جوچی، این شهر را محاصره کرده و پس از نبردی 6 ماه آن را تصرف کردند. به دستور مغولان، سد ساحل رود آمو تخریب و شهر در آب غرق شد تا نشانی از آن نماند. پایتخت ایران تنها در کمتر از 1 سال نبرد سقوط کرد و همین موضوع نشان می‌دهد که مغولان تا چه اندازه آماده نبرد بودند. سلطان محمد خوارزمشاهی که تصور چنین جنگی را نمی‌کرد، پس از سقوط سمرقند فرار کرده و چنگیز هم 2 فرمانده ارشد خود، جبه و سوبوتای را به تعقیب او فرستاده بود.
سلطان محمد از نیشابور به سمت ری و بعد هم به حوالی همدان رفت و مغولان هم در تعقیب او آبادی ها را یکی یکی ویران می کردند که مهمترینشان ری بود. سلطان محمد به جای حرکت به سمت غرب به شرق فرار کرد و خود را به حوالی سلطانیه رساند و از آنجا به سمت دریای خزر رفت و نهایتاً در یکی از جزایر کوچک دریای خزر به اسم جزیره آبسکون پنهان شد. مغولان در این مدت آبادی های مرکز و غرب ایران را تخریب کرد و بسیاری را کشتند. در این زمان سپاه چنگیز به فرماندهی پسرش طولوی در خراسان تاخت و تاز می‌کرد. مرو شهر زیبا و مهم این خطه را نابود کردند و نوبت به نیشابور رسید که قبلا تسلیم مغولان شده بود و حالا مردمش سر به شورش گذاشته بودند. نیشابور زیر سم اسبان مغول با خاک یکسان شد و مردمش قتل عام شدند. شهر خاموش من، شهر خاموش من، آن روحه مغولان سر ایستادن نداشتند و سلطان محمد خوارزمشاه هم که سخت بیمار بود در همین ایام در جزیره آبسکون مرد و پسرش جلال الدین خوارزمشاهی به پادشاهی رسید. جلال الدین قصد فرار از مغولان نداشت و موفق شد در روستای پروان در حوالی شهر غزنین افغانستان امروز سپاه مغول را برای نخستین بار شکست دهد. گرچه این پیروزی دوامی نداشت، چنگیز که به تازگی بامیان را تصرف و مردمش را قتل عام کرده بود راهی غزنین شد و سپاه ایران را شکست داد، اما جلال الدین خوارزمشاهی موفق شد تا به هند فرار کند. چنگیز خان که به چین برگشت، جلال الدین به ایران آمد، اما او با بخش شرقی ایران که در تصرف مغولان بود کاری نداشت و ابتدا ری را فتح کرد و سپس به جنگ با خلیفه عباسی رفت و سپاهیان او را تا بغداد شکست داد. در آذربایجان و تفلیس با گرجیان جنگید و آنها را هم شکست داد. چنگیز خان 8 سال پس از یورش به ایران در سن 72 سالگی درگذشت و پسرش اوکتای جانشینش شد. او تصمیم گرفت دوباره به ایران حمله کند و بقیه این سرزمین را هم تصرف کند. در همین روزگار جلال الدین خوارزمشاهی هم به دست یک ایرانی کشته می شود و مقاومت در برابر مغولان از بین می رود. سپاه مغولان این بار در 3 سال توانستند بخش‌های زیادی از ایران را تصرف کنند و سلسله خوارزمشاهیان را براندازند. 4 سال بعد نوبت به اصفهان رسید که در اوج زیبایی بود و زیر پای مغولان به یک ویرانه تبدیل شد. کمال الدین اسماعیل شاعر اصفهانی که شاهد این کشتار بود بعدها به دست مغولان کشته می شود. کس نیست که تا بر وطن خود گرید، بر حال تباه مردم بد گرید. دی بر سر مرده‌ای 200 شیون بود، امروز کسی نیست که بر صد گرید. حدود 20 سال که از این ماجرا گذشت، مغولان دوباره به ایران لشکرکشی می کنند. این بار فرمانده سپاه نوه چنگیز خان بود، هولاکو خان، فرزند طولوی که برای سرکوب فرقه اسماعیلی در ایران آمده بود، فرقه‌ای که قدرت بزرگی در علموت قزوین تشکیل داده بودند. هولاکو قلعه آنها را تصرف و اسماعیلیه را برانداخت و سپس به کار دیگرش پرداخت، تصرف بغداد و از بین بردن خلیفه عباسی که آن را هم 3 سال پس از لشکرکشی به ایران به پایان رساند و آخرین خلیفه عباسی یعنی مستعصم را کشت. قتل عام بغداد توسط هولاکو چنان هولناک بود که سعدی در سوگ بغداد و خلیفه اش مرثیه ای سرود. روی دریا بر هم آمد زین حدیث هولناک، می توان دانست بر رویش ز موج افتاده چین. گریه بیهوده است و بی حاصل بود شستن به آب، آدمی را حسرت از دل، اسب را داغ از سرین.